تلویزیون CNN به گفته یک دستیار سنای آمریکا، شمار سناتورهای حامی لایحه تحریم‌ها علیه رژیم ایران به 77 تن نیز می‌رسد. سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته خارجی سنا: پس از توافق ژنو، رژیم ایران چندین اعلان در مورد برنامه‌های اورانیوم و پلوتونیوم خود داشته است که ضرورت کاهش ندادن فشارها را بیشتر می‌کند. به گزارش تلویزیون CNN، شمار حامیان تشدید تحریم‌های سنای آمریکا علیه رژیم آخوندی به 77 سناتور می‌رسد. یک دستیار ارشد سنا به CNN گفت: این لایحه دو حزبی که توسط سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی، و سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک معرفی شد، در حال حاضر به طور رسمی از حمایت 59 سناتور برخوردار شده است. اما این دستیار گفت آمار غیررسمی موجود حتی بالاتر از این است و به 77 رأی می‌رسد. اگر این لایحه 67 رأی سناتورها را به دست آورد، بر وتوی رئیس جمهور آمریکا غلبه خواهد کرد. به گزارش رویتر، یک سناتور دموکرات که مسئولیت تحریم‌های جدید را به عهده دارد، روز جمعه گفت که این تحریم‌ها یک تدبیر برای بیمه دیپلماسی است تا رژیم ایران را وادار کند توافقنامه را اجرا کند. رویتر نوشت: سناتور منندز، رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا، روز جمعه در یک مقاله در واشنگتن پست در این باره نوشت: این لایحه دیپلماسی ما را در برابر رژیم ایران تقویت می‌کند و نه تضعیف. این لایحه اجازه می‌دهد مذاکرات با رژیم ایران با اطمینان پیش رود. این لایحه رژیم ایران را وادار می‌کند که بدون دغل‌کاری و به طور جدی مذاکره کند و اگر توافق شکست بخورد، باید عواقب آن را تحمل کند. رابرت منندز استدلال کرد: از زمان توافق موقت، رژیم ایران چندین اعلان در رابطه با برنامه‌های اورانیوم و پلوتونیوم خود داشته است که ضرورت کاهش ندادن فشارها از سوی واشنگتن را بیشتر می‌کند. منندز گفت: بعید است این اقدامی به سوی جنگ باشد. این لایحه چندین بخش صنعتی رژیم ایران را لیست‌گذاری کرده و بانک‌ها و شرکت‌هایی را که در سراسر جهان به صدور نفت این رژیم کمک کنند، از بازار آمریکا محروم می‌کند. اگر رژیم ایران 6 ماه بعد از توافق ژنو به یک توافق فراگیر تن ندهد، این تحریم‌ها اعمال خواهد شد و صدور نفت را بعد از 2 سال به صفر خواهد رساند.